درود بر شما همراهان ایندیپندنت فارسی. تحریم جشنواره فجر از سوی هنرمندان مستقل چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ در این زمینه با آقای علی مصلح، روزنامه نگار سینمایی صحبت می‌کنیم. خیلی خوش آمدید آقای مصلح. شما بفرمایید که به هر حال مسئله تحریم جشنواره در سال‌های گذشته هم مطرح بود، به خصوص در سال 88 و بعد از اون اعتراضات. این بار چه تفاوتی کرده؟ این تحریم با تحریم‌های قبل چه تفاوتی از لحاظ کمی و کیفی داره و تبعات اون مشخصا برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ من فکر می‌کنم که در واقع تفاوت به تغییر شرایط در ایران برمیگرده، یعنی همه چیز تابع اتفاقاتیه که داره داخل ایران، داخل جامعه ایران و رابطه بین ملت و حکومت رخ میده. در واقع اینها همه در کنار هم باعث میشه که وضعیتی که الان شاهدش هستیم، یعنی نسبت مردم با جشنواره فجر و نسبت هنرمندان با جشنواره فجر متفاوت از همیشه باشه. در رابطه با مردم که خب تکلیف روشنه، همونطور که از فیلم‌های اکران عمومی استقبال نمی‌کنن به دلایل مختلف، درباره جشنواره هم به احتمال زیاد همین اتفاق رخ میده. اما هنرمندان در سال‌های گذشته علارغم اون کمپین‌هایی که برای تحریم بود خیلی شاید همراهی نمی‌کردن. امسال ولی می‌بینیم که در واقع جشنواره فیلم فجر خالی از نام‌های سرشناسه، چه در مقام کارگردان، چه تهیه کننده و حتی بازیگر. و یه بخشی از این ماجرا به همین درخواست‌های تحریم برمیگرده، یعنی کسایی که حتی متقاضی بودن برای شرکت در جشنواره فیلم‌هاشون رو نرسوندن. یه بخش دیگه‌ش هم شرایط کلی حاکم بر ایران بوده که اصلا توش در واقع فیلم، امکان تولید فیلم از جانب بخش خصوصی یا فیلم مستقل وجود نداشته، یعنی اون همراهی هنرمندان با معترضین که باعث برخوردهای امنیتی و قضایی باهاشون شد، باعث شد که در واقع روند تولید فیلم در ایران بسیار بسیار کند بشه و به همین دلیله که امسال تعداد فیلم‌های متقاضی هم کم شد. و می‌بینیم وقتی که خروجی فیلم‌ها اعلام شد، در واقع این 28 فیلمی که برگزار کنندگان اعلام کردن اصلاً نمیتونه ویترین سینما ایران باشه، بلکه ویترین ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی و نظامی و امنیتی شده. بله آقای مصلح، می‌دونید که خب سینمای ایران تحت نظارت مستقیم و غیر مستقیم نهادهای حکومتیه و به نوعی به سینمای حکومتی دیگه مشهور شده این نوع سینما. به نظر شما در جای خالی هنرمندانی که الان تحریم کردن جشنواره رو، آیا حکومت جمهوری اسلامی میتونه با طرفدارای خودش، با نهادهای وابسته به خودش، نهادهای سینمایی وابسته به خودش پر کنه این خلأ رو؟ ببینید، شاید بتونن مثل امسال جشنواره فجر رو اینجوری پر کنن از فیلم‌های ارگانی به اصطلاح. همونطور که می‌بینیم 2/3 فیلم‌های امسال توسط نهادهای مختلف، زیر مجموعه دولت، زیر مجموعه نهادهای نظامی مثل ارتش، سپاه یا حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و غیره پر شده. اما مسئله اینه که در واقع کی قراره این فیلم‌ها رو ببینه؟ چه کسی قراره استقبال بکنه؟ مردم از همین فیلم‌های عامه پسندی که امسال اکران شده استقبال نکردن. حالا شما فکر کنید یه تعداد فیلم سفارشی و ایدئولوژیک به در واقع شیوه دهه 60 تولید بشه، اینها چه چشم‌اندازی قراره برای سینما ایران رقم بزنن؟ بنابراین در واقع یک چشم‌انداز کاملا تیره و تاری برای اکران سال بعد و سال‌های بعد رقم میزنه این مدل فیلمسازی. و از طرف دیگه اساسا نمیشه در واقع مشهورترین و معتبرترین چهره های سینما رو حذف کرد و جاشون افرادی رو گذاشت که خیلی صاحب تجربه یا استعداد خاصی در زمینه فیلمسازی نیستن. از این فیلمسازهای امسال حدود 15-16 تا فیلم اولی هستن، فیلم اولشون رو ساختن. ممکنه تعدادشون استعداد داشته باشن ولی بقیه مشخصه با توجه به داستان و خلاصه‌ای که از فیلم‌ها اومده و نهادهای در واقع تولید کننده، اینها فیلم‌هایی هستن در خدمت اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و پروپاگاندا و مردم از اینا استقبال نمی‌کنن. بنابراین اصلاً در حتی کوتاه مدت هم نمیشه این کار رو کرد، یعنی شاید فقط امسال رو بتونن یه جشنواره‌ای برگزار کنن ولی بلافاصله این به بن‌بست می‌خوره. بله، شما به زمان کوتاه اشاره کردید، به کوتاه مدتی که جمهوری اسلامی در اختیار داره برای اینکه این جشنواره به هر حال به یک نحوی برگزار کنه. به نظر شما در همین زمان کوتاه یا امکان این وجود داره که شرایط عادی بشه و دوباره این هنرمندانی که پشت کردن به حکومت و نمیخوان در جشنواره شرکت کنن روابطشون عادی بشه و سیاست ها تغییر کنه؟
ببینید خود این شکل و شمایل برگزاری جشنواره فجر امسال میگه که نه، این امکان وجود نداره، شرایط به قبل اعتراضات بر نمیگرده، به خاطر اینکه اگر قرار بود این اتفاق بیفته در واقع بدنه سینما ایران استقبال میکرد از جشنواره، ولی این اتفاق نیفتاده. و ضمن این که توجه بکنیم فقط مسئله جشنواره نیست، الان تعدادی از سرشناس‌ترین بازیگران زن سینما ایران در واقع منتظر صدور حکم‌هایی هستند که توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی قرار صادر بشه و حتی شایعاتی به گوش میرسه مبنی بر اینکه حکم‌های سنگینی صادر میشه. یا آقای جعفر پناهی علی‌رغم لغو حکمش از طرف دیوان عالی کشور آزاد نمیشه. در چنین شرایطی همونطور که در واقع جامعه شناسان یا سیاسیون میگن که جامعه به قبل اعتراضات بر نمیگرده و شرایط به قول دولتی عادی نمیشه، به نظر من سینما ایران هم بر نمیگرده. حتی اگر ظاهر مسائل اعتراض‌های مقدار فروکش بکنه، مسئله حجاب رو الان داریم می‌بینیم. شما نمیتونید در سطح جامعه حجاب رو، در واقع مبارزه زنان با حجاب رو به اون شکل ببینید، با در واقع شکستن حجاب اجباری و همچنان در فیلم‌ها حجاب اجباری رعایت بشه. این کاملا منقطع میشه از جامعه و خاص مردم و در واقع سینما رو به ورشکستگی میرسونه. بنابراین امکان بازگشت به عقب و به قبل اعتراض‌ها به نظر من وجود نداره. بله، خیلی متشکرم آقای مصلح از وقتی که در اختیار ما گذاشتید در این گفتگو و ممنون از شما که در این گفتگو با ما همراهی کردید.